همه ما میدونیم که خودکشی در دین ما حرومه. کسی که خودکشی کنه در قبر تا روز قیامت به وسیله ای که خودکشی کرده، مثلا زهر خورده، تا همینطور تو قبر زهر میخوره تا روز قیامت بشه پی در پی، از ساختمون بلند خودش انداخته همینطور خودش میندازه توی قبر، به اصطلاح همینطور برش اینطور میشه که خود داره میندازه تا روز قیامت بشه. یک مجازات وحشتناکی داره. حالا من از شما میپرسم، من ببینم که یک نفر توی یک ظرفی سیانور ریخته در شربت من، اگر من اونو بخورم، آیا من اگر به زور به دهانم بچپونن اون که دیگه خودکشی نمیشه، اما اگر خودم با اختیار خودم بخورم، آیا به نظر شما من خودکشی نکردم؟ طبعا خودکشی کردم. اگر یکی شمشیر برداره بخواد تو سر من بزنه، من بدونم که میخواد تو سر من بزنه، من برم تو همون جا به سر من بگیرم براش که بزنه، در حالی که قدرت دارم که شمشیر از دستش بگیرم، آیا من خودکشی کردم یا نه؟ از این بدتر، اگر من کمکش کنم که با شمشیر تو سر من بزنه، آیا من خودکشی کردم یا نه؟ این داستان امام های شیعه است. امام های شیعه علم غیب دارن، میدونن مردم دارن چی کار میکنن. اونا میدونستن که مأمون داره تو انگور زهر ریخته که به امام رضا گفته بخور. اونا میدونستن که ابن ملجم میخواد الان سر حضرت علی رو بشکافه. ولیکن با این وجود نه فقط اینکه مانع نشدن، بلکه عرضم به حضور شما که خودشون خوردن. خودشون این کارو کردن، خوردن. وقتی به شیعه میگه که آقا چرا این کارو کرد، میگه که برای اینکه امام خورد، که برای اینکه مأمون پیروانش اذیت نکنه. یه حرف مفتی. امام که قدرت داشت به پیروان خودش هم کمک میکرد. یار من برام خودو بکشم برای اینکه مثلا به بچهای من آسیب نرسه، این که من اجازه ندارم. ما در حدیث داریم که پیامبر یک مردی که در حال مردن بود تو جنگی که با پیامبر هم رکاب بود، ولی به خاطر اینکه دیگه میدونست میمیره دیگه، مثلا پاش قد شده بود، داره خونریزی داشت، خودش رو انداخت رو شمشیر، گفت این جهنمیه. لذا پس با این حساب ما چطور به امامانی ایمان بیاریم که طبق دستور پیامبر به اصطلاح عمل نکردن و خود رو کشتن، چطور قبول کنیم کسی دیگران که خود بکشن جهنمی هستن و ایشون که خودش بکشه امام است؟ این رو نمیتونیم قبول کنیم. به همین دلیل ما مذهب شیعه رو رها کردیم و الحمدلله سنی شدیم.